مرسی دوستان عزیز. ما وارد بخش آخر که یعنی پاسخ مهمانهای عزیزمون و جمع‌بندی نهاییشون میرسه. از آقای جهانبگلو خواهش میکنم در پاسخ دوستان و جمع‌بندی نهایی نظراتشون رو طرح بکنم. جناب آقای جهانبگلو میکروفون در اختیارتون رو بفرمایید. خیلی ممنون، متشکرم. خیلی با تشکر بسیار از دوستان که تا این وقت دیر در اروپا به ویژه، برای اینکه من آقای کلیور از آمریکا شمالی هستیم و به ویژه در شرق آمریکای شمالی هستیم و برای ما باید عصر اینجا، ولی خب برای شما دیر وقته و خیلی ممنون می‌بینم که بسیاریتون به گوش هستید به سخنان ما. من وقت رو تلف نمی کنم، اینجا شروع می کنم که تعجب کردم که بعضی از دوستان درست به فرمایشات بنده و آقای کلیور توجه نکردن و گفتن که شما اخلاق اصلا توصیف نکردید. من اتفاقا از اونجا اصلا شروع کردم بحثم و گفتم اخلاق شناخت جهان فقط نیست، شناخت اصول کنش در جهانه، و بعد اضافه کردم که پاسخ به این موضوعه که چگونه باید زندگی کرد، و بعد اضافه کردم که اخلاق به یک مجموعه از باورها و ارزش‌های اطلاق میشه که در باید به مشارکت اجتماعی کمک کنه. بنابراین من این بحث رو کردم، ولی سریعا تو خیلی بحث هستش، یعنی واقعا ما میتونیم سه تا برنامه دیگه فقط درباره سوالات شما داشته باشیم، ولی من به طور تلگرافی به سوالات پاسخ میدم و معذرت میخوام، پوزش میدم از قبل اگه نتونستم که به همه سوالات پاسخ بگم. اجازه بفرمایید که از اینجا شروع کنم که بحثی که هم که گفتم تعریف کرد اخلاق دادم و اینکه اخلاق، من هم که گفتم این نمیتونه یک امر نسبی باشه، منبع و مشروعیت اخلاق به نظر من یک امر جهان شمول هستش. البته حتی ما وقتی در مورد عقل انسان داریم صحبت میکنیم یا سرشت انسان صحبت میکنیم، ما داریم در مورد یک امر جهان شمول صحبت میکنیم، چون برای انسان ها در سرشتشون هم با هم برابر هم، به هم به خاطر همین هم در اعلامیه جهانی و حقوق بشر اینا به این موضوع اشاره شده. ولی کلن ما نمیتونیم بگیم که اخلاق یک امر ژنتیکی است، اخلاق یک امر اکتسابی است. چیزی به نام دی ان ای اخلاقی وجود نداره که بگیم که مثلا آمریکایی ها آدم های با اخلاق بهتری هستن و ایرانی ها با اخلاق پستری مثلا هستن. بنابراین این اگر یک امر اقتصادی است، یعنی که در حقیقت جامعه و سیاست نقش خیلی مهمی بازی میکنن در ایجاد این اخلاق اجتماعی. به همون صورت برعکس هم اون اخلاق اجتماعی که اخلاق مدنی که هست میتونه که به کمک کنه برای اینکه پیشبرد سیاست در اون جامعه و پیشبرد سیاست دموکراتیک بشه. حالا من در پاسخ آقای امیرخسروی میگم که چرا سیاست در نظر کسب قدرت نیست و چرا من میگم که سیاست ساماندهی جامعه است. البته ساماندهی نوعی از قدرت هست، ولی نه قدرت به معنی سلطه. فکر کنم آقای امیر خسروی هم با تجربه خیلی طولانی که دارند از سیاست و کار حزبی به این مسئله واقف باشن که ما اینجا در مورد سلطه صحبت نمی کنیم، در مورد حاکمیت صحبت می کنیم. حاکمیتی که حاکمیت مردمی است و با قانونگذاری، پاسخگویی و شفافیت میتونه که این حاکمیت محدود بشه و هرچی بیشتر دموکراتیک بشه. من اینجا یه بحثی رو وارد میکنم که قبلا هم وارد کردم، و اینکه هدف سیاست و اخلاق هر دو تقلیل خشونت، میدونید، تقلیل خشونت، و این تقلیل خشونت طبیعتا نه بدون سیاست نه بدون اخلاق امکان پذیر نیست در جامعه. میدونیم میتونن یکی خیلی بعضی از هموطنان ما که ما میبینم تو این بحثایی هم که میشه فحاشی میکنن، اینا خیلی مفتخرم به این که خشونت، بله خیلی چیز خوبیه، ما استفاده کنیم، شاید در کلام استفاده کنیم، اگر نشد در عمل استفاده کنیم. نه، کار به نظر من اگر ما میخوان که جامعه با نظمی داشته باشیم، جامعه ایست که باید درش خشونت تغییر پیدا بکنه. و اینجا اتفاقا برمیگردم به ارسطو، سوال که کردین، ارسطو معنی وقتی که داره در اخلاق و سیاست صحبت میکنه در مورد نظم صحبت میکنه، میگه قانون نظمه و قانون نیچ نظم نیچه. و
بنابراین جامعه باید یک نظمی پیدا بکنه. حالا این نظم رو چگونه میتونه پیدا بکنه و اینجا پاسخ به سوالهای بعدی هستش که چگونه میتونه این توازن و تعادل میان اصالت فرد و اصالت جامعه به وجود بیاد، آیا قانون خارج از ذهنه یا نه. من ببینید بحثم خیلی روشنه، بحثم این نیست که ما وقتی داریم در مورد ذهن صحبت میکنیم و میگیم که اگر اخلاق از ذهن انسان بیرون میاد، ذهن در تاریخ در اجتماع هست و تاریخ هم در ذهن و اجتماع هست. فکر میکنم که این دوتا همدیگر رو کامل میکنن و اینجا من فکر میکنم که ما باید به این بحث برسیم که مسئله اصلی برسیم که آیا وقتی میگیم سیاست برخواسته از اخلاق هستش یا نه، که من اونجا اشارم به وصف هاول بود، اخلاق اجتماعی همسانی میان یک واقعیت تحقق یافته فرده به منزله آزادیش یا آزادی فردیه و فرآیند شکل‌گیری قانون، این دوتا با هم دیگه توأم با هم هستن و اتفاقا وظیفه دموکراسی برای کسانی از شما که خودتون دموکرات میدونید و برای پیشبرد دموکراسی در ایران فعالیت میکنید تقلیل همین خشونت هستش و این تقلیل همین خشونت بدون اخلاق امکان پذیر نیستش. حالا رعایت ارزش‌های اخلاقی در جامعه به نظر من برای پیشبرد سیاست پلورالیستی و کثرت‌گراست و اینجا ما در دو بُعد دینی و غیر دینیش، باز به خاطر اینکه ما با همدیگه بتونیم همکاری داشته باشیم، ما داریم هم درباره حق حیات صحبت می‌کنیم هم درباره این امری که گفتم در ادیان ابراهیمی هم اومده، در ادیان دیگه هم هست که تو نخواهی کشت. کشتن اگه جامعه بر مبنای کشتن باشه، جامعه‌ای است که و این حکم اخلاقی رو نادیده بگیره، این جامعه منفجر میشه و از بین خواهد رفت و این برای خودش این جامعه آینده و آتیه نخواهد داشت. خیلی سریع فکر میکنم در یک دقیقه برام جان، نمیدونم چقدر وقتم هستش یا نیست، برام بنویسید لطفا که من بدونم بحثی که میخواستم بکنم و اینجا خیلی مهمه به خاطر اینکه اکثر شما به این بحث اشاره کردید، هم بحث برای 5 دقیقه، این بحث اخلاق دینی و اخلاق سکولاره که من فکر میکنم که خیلی مهم هستش که من اینجا یک بحث چیز نکاتی رو اشاره بکنم. اولا این که این بحث رو کلمه اخلاق سکولار رو حتی یک آدم معنوی و دینی مثل دالای لاما استفاده میکنه. خیلی از شما که با آثار من آشنا هستید و با شخصیت من آشنا هستید میدونید که من با دالای لاما نزدیکی خاصی دارم، تا حالا 5 بار با هم دیدار کردیم و با هم دیگه گفتگو هم داشتیم و من برام خیلی جالب بود که یک فرد دینی مثل و معنوی مثل دالای لاما چگونه از این کلمه اخلاق سکولار استفاده میکنه و اتفاقا من خدمتون گفتم که اینجا اخلاق سکولار بیشتر از این که به معنای اخلاق فقط سکولارها باشه یا اخلاق سکولاریزم باشه، اخلاق سکولار به معنای ارزش‌های انسانی مثل شفقت و سخاوت و مروت هستش که میتونه در فراسوی هر دینی و هر فکر در حقیقت هر یک از ادیان، افرادی که دیندار هستن و غیر دین و کسانی که سکولار هستن به همدیگه نزدیک بکنه. و من فکر میکنم که اینجا مسئله مهمی که ما داریم مسئله همدردی و همبستگی است که ما در هیچ گونه در سیاستی که بر مبنای همدردی و همبستگی نباشه، سیاستی که نمیتونه اخلاقی باشه، سیاستی که غیر اخلاقی هستش. و این اصول یعنی این شفقت در رگ‌های ما فکر می‌کنم که وجود داره. حالا این تعریفی که می‌زنم به نوعی نیست که، البته اکتسابی هم هست، حالا من داشتم اینو یکم شاعرانه‌تر می‌گفتم، ولی اکتسابی هم هست و به ما کمک می‌کنه برای اینکه ما بتونیم با همدیگه نزدیک‌تر بشیم و با همدیگه همکاری داشته باشیم و به نوعی فراسوی، چون یکی از دوستان خیلی سریع گفتش که خب چرا سیاست نفت‌گرایانه نباشه، چون چه مخالفت داریم با نفت‌گرایانه. خب ببینید اگر کنش فردی یا کنش اجتماعی فقط نتیجهش مسئله خودخواهی یک سری از افراد جامعه باشه و اینکه فقط به قول نفت‌گرایان و ما فقط بتونیم که نفع بعضی از افراد جامعه رو در نظر بگیریم، خب طبیعتا اونجا ما نمیتونیم در مورد اخلاق صحبت بکنیم. بنابراین ما
ما وقتی که داریم در مورد اخلاق اینجا صحبت میکنیم و اشاره من هم به حقوق بشر در همین زمینه هستش، ما اینجا داریم در حقیقت در مورد اصول جهان شمولی صحبت میکنیم، یه اخلاق جهان شمولی صحبت میکنیم که شما حالا مهم نیست اگه حقوق بشر میخوان یه اخلاق جهان شمولی دیگه ای رو جایگزینش بکنیم. شاید ما در آینده به عنوان یک جهانی که اینقدر به هم داره نزدیک میشه و مسائلی داره، ما باید برای زندگی نه تنها اجتماعیمون در یک کشوری بلکه در زندگی در حقیقت جهانیمون باید لازم داریم که ای حقوق بین المللی رعایت کنیم. تا اونجا خب میتونیم حقوق بین المللی رو حالا حقوق دیگه، مثلا ما الان مسئولیتی که در قبال کره ارض داریم یکی از مسائل مهم آینده بشه، در قبال حیواناتش، جانورانش، نباتاتش، آبی که ممکن از بین بره، دریاهایی که ممکن خشک بشن. خب اینجا مسئله اخلاق جهان شمول مطرحه. این اخلاق که فقط برای ما ایرانی ها یا برای یک سوریایی یا برای یک لبنانی که یا آمریکایی که نیستش، که این برای همه مسئله هستش. بنابراین اینجا ما باید به این مسئله توجه داشته باشیم که فراسوی این استفاده که ما از عقل میکنیم و در حیطه سیاست و اجتماع و اون رو تبدیل به یک قانون گذاری میکنیم و تقلیل میدیم خشونت رو در جامعه خودمون، ما باید یک نگاهی هم به جامعه بین‌المللیمون داشته باشیم و اینکه این جامعه بین‌المللی چگونه ما میتونیم بخش مهمی از اون جامعه باشیم و چگونه میتوانیم که از قواعد اخلاقی که به صورت دموکراتیک با بحث انتقادی تونستیم همه اون در شرکت داشته باشیم و نه به عنوان سلطه که از بالا به ما به نوعی داده شده باشه، ما میتونیم شرکت بکنیم و حتی بتونیم اونو ترغیب و ترویج بکنیم. و اینجا هستش که من فکر میکنم که امروز ما بحث بسیار شده، در بحث‌های آینده شما به این موضوعات خودتون خواهیم پرداخت، همطور که میدونیم من خیلی برام مهمه که ما آشتی ملی و بخشش نخواهیم داشت بدون اینکه ما بحث اخلاق رو در سیاستمون وارد کنیم و بیشتر و بیشتر درباره موضوع صحبت کنیم. خیلی متشکرم. خب مرسی جناب آقای جهانبگلو، واقعا سپاسگزارم که تا این موقع وقت گذاشتین، ساعت زیادی و حتی برنامه‌تون رو تغییر دادید در انجمن آگورا که امشب بتونید حضور داشته باشین، چون برنامه اونها هم شنبه هاست و واقعا سپاسگزار هستم ازتون به خاطر طرح موضوع به این سختی و دشواری. همونطور که جناب آقای جهانبگلو هم عنوان کردن، ما این سلسله بحث‌ها رو در طی ماه‌های آینده ادامه خواهیم داد و تلاش می‌کنیم که در دورهای بعدی از صاحب نظران دیگری هم دعوت بکنیم و بیشتر این موضوع رو بشنویم. جناب آقای دکتر کلیور عزیز، مدت طولانی در نوبت بودید، عذر می‌خوام، میکروفون در اختیارتونه، بفرمایید. بخواهش. خب من از دوستان خیلی سپاسگزارم، سوالی که مطرح کردن برخی دقت کرده بودند و برخی از اونها من مربوط میشه پاسخ عرض میکنم. خانم محمدی پرسیدن آیا سیاست برخواسته از اخلاق نیست؟ چرا منم معتقد هستم هر جامعه سیاستی که در اون اعمال میشه با اخلاق شهروندانش نسبت داره. ما ضرب المثل هایی هم ایرانی داریم، هم احکام دینی داریم در این زمینه که همون گونه که هستید بر شما حکومت میشه. به هر حال جامعه ای که در خفا به گونه ای سخن میگه و در علن به گونه ای دیگه، یعنی تفاوت میکنه صحبت آشکار و مخفیش، سیاست مدارانش هم متناسب با همین روحیه خواهند بود، چرا که اگر نبودند خب تغییرش میدادن. بنابراین نسبت هست بینش. بعد اینه که پرسیدن باز ایشون که در جامعه که مخالف تحمل نمیشه آیا سیاست هیچ بنیاد اخلاقی میتونه داشته باشه؟ برمه کوشش ما اینه که به هم کمک بکنیم که به سمتی پیش بریم که به تدریج سیاست رو اخلاقی بکنیم، اهداف اخلاقی رو در سیاست وارد بکنیم. بعد الان دشواری زیاده ولی آینده میتونه متفاوت باشه با اون چیزی که هست. جناب آقای خطایی خوب توضیحاتی فرمودن، بعد فرمودن که در انتهای صحبت من گفته شده که چون در اعلامیه حقوق بشر چیزی نیست پس مواردی نیست،
بنابراین این ارزش‌های اخلاقی نمیتونه داشته باشه، ارزش‌های اخلاقی از اعلامی حقوق بشر فراتر هست. خب ببینید وقتی میخوان بحث بکنیم، اختلاف نظرمون با یک مرجع بین‌المللی داشته باشه. الان یک حد اقلی که نسبتا همه جا پذیرفته شده همین اعلامیه جهانی حقوق بشر 1948 و میثاق مدنی سیاسی 1967 بعد از اون هست. حالا اگر مواردی در این نیست، اول این گفته این صحیح نیست که بریم بگیم همش این حرف آخرین است. نه، این مجموع خرد جمعی انسان ها در حدود 60 سال پیشه. ولی که وقتی مواردی هست که و اختلاف برانگیزه و در اعلامیه و در اون میثاق هم وجود نداره و هیچ اجماع بین المللی هم در موردش نیست و اختلاف نظر جدی هم در موردش هست، بنابراین اگر کسی اون رو نقدش کرد نمیشه متهمش کرد که تو حقوق بشر رو قائل نیستی. عرض من این بود. به هر صورت امیدوارم یک زمانی جایی برسیم که این ارزش‌های اخلاقی که مورد نظر شما هست و احیانا با ارزش‌های اخلاقی دیگری ممکنه فرق بکنه، مرجعی رو نشون بدید که چطور میشه به یک اتفاق نظر رسید و بگیم که با اینکه دوست من این مطلب ارزش اخلاقی نمیدونه و من اون رو میدونم، حالا چطور باید با هم دیگه مواجه بشیم. بحث توی اینجاست. حالا من کف رو گرفتم، بحث علمی هم درش باز میشه ادامه داد. خب اون دوستمون، من به ترتیبی که نوشتم تو همین وقت تا اسم میبرم، آقای محبوب یا آقای محجوب، عرایض بنده و آقای جانبگلو اشکال کردم. خب اما نه اشکالش کجاست، انشالله و فرصت کردم میرمیسم و ما بهرمند میشیم. جناب آقای ماسیبوس اسمشون رو درست بگم، ایشون نکاتی رو فرمودن که خب توضیحاتی دادن، تشکر میکنم، اما سوالی درش نبود که من پاسخ بگم. فرمان پاسخگویی ربطی به کتاب نداره، درست میفرما. فرق شنونده خارجی و شنونده ایرانی در حدی که من چند سال تجربه کردم اینه که وقتی ما جایی برای خارجی ها صحبت میکنیم، اکثریتشون مطالب آدم رو خوندن، میان داخل جلسه و بحث کنن و در میان دوستان ایرانی تجربه من نشون میده که غالبا ما کتبی نیستیم و مطالب رو نمیخونیم، صرفا مطالب افواهی است یا شایعه است که نهایتش سمعی بصری است، اما خیلی با کار کتابت تو نیستیم. میدونید میزان آمار مطالعه در کشور ما هم در قرار جدول پایین پایین ها قرار داریم، سالی چند دقیقه. ظاهرا ما توی خارج از کشور هم مشکل رو داریم، چقدر میخونیم، چقدر از هم مطلعیم. برخی از سوالات هم تو که آقای دکتر جانبگلو اشاره کردن، دوستان ظاهرا توجه نکرده بودن که خب گویندگانی که اینجا اومدن در حال چیزا رو نوشته بودن، قاعدتاً یه احضار داشتن و اومدن، انتظاری بود که اینها قبلا دیده شده باشه، واقعا در مورد مفاد اونها با هم صحبت بکنیم. آقای محسن خب مطلبی رو پرسیدن، از آقای جانبگلو پرسیدن، ولی چون ایشون پاسخ ندادن من اشاره میکنم که ایشون فرمودن که آیا اخلاق دینی، مشخصا اخلاق اسلامی، با معیارهای اخلاق امروز اصلا قابل جمعه؟ آیا در تناقض به اصول قطعی مثلا اصول حقوق بشر نیست؟ من تو همون مقاله که پیشتر اشاره کردم به تفصیل به این پرداختم. پاسخ خلاصه من اینه که اخلاق دینی میتوان از اخلاق دینی، از اخلاق اسلامی قرائتی داشت که با معیارهای اخلاقی مدر کاملا قابل جمع باشد. میتوان هم به شکل سنتی اندیشید، به شکل بنیادگرا اندیشید، به گونه ای که با این معیارها سازگار نباشد، آنچنان که تفکر سکولار هم میتواند همین گونه باشد. یعنی ما هیچ چیزی ندارد این اون یکی حتما اخلاقی است، این یکی حتما ضد اخلاقی یا اخلاقی است. همه تفکرها میتونن تلقی اخلاقی ازشون داشته، تلقی غیر اخلاقی یا تلقی ضد اخلاقی. اخلاقی در امور دینی همچنین چیزی است. تفسیرش رو من نوشتم و معتقد هستم که اخلاق دینی نه تنها ممکن است بلکه واقع شده است و مدارا اقتضا میکند که ما اگر خودمان به دین قائل نیستیم، حداقل کسانی که به دین و اخلاق و دموکراسی و حقوق بشر قائل هستند تحمل کنند
حداقلش. اگر فرد دین را قائل نیست، باشی نیست که دیگری که به موازین دینی قائل است اشتباه میکند. بسیار خوب، شما نظر خودت رو داری، دیگرانی هم هستن نظر متفاوتی دارن. مهم اینه که من حقوق شما را رعایت کنم، شما حقوق من را رعایت کنید. من هم البته در اخلاق سکولار اشکالهای بنیادی فلسفی میبینم، اما اینجا مطرح نکردم. چون جمعی از شنوندگان من اون قائل بودن، من در جمع جلسه شرکت کردم، با سخن اونها هم همدلی کردم. آقای جاندکو معنای دیگری دارد، با به اخلاق میرسد. لازم نیست اینکه از چه معنایی به این اخلاق رسیدیم. مهم اینه که ما به این موازین مشترک باور داریم، اما که از کدام راه با کدام منبع رسیدیم بهش چندان مهم نیست. در آقای قاسم خلاصه بحثی که کردن این بود که چون عقل انسان ناقص است، پس فی الواقع هیچ اخلاق سکولار ممکن نیست. بنده علاقه به این که معتقد نیستم انسان همه چیز را میفهمد، اما در حوزه افعالش بسیاری از امور رو میفهمد، بسیاری از امور رو درک میکند. لذا اشاره کردم به اون نزاع تاریخی که بین خود مسلمان ها مطرح و جمع بسیارشون قائل بودن که فعل اخلاقی توسط عقل انسانی قابل شناسایی است. جناب آقای زکات به تعریفی از اخلاق اشاره کرد که نه من نه سخنگان محترم دیگه تعریفی ارائه نکردم. آقای جان بگو پاسخ دادن، بندم به حد خودم در حدی که اشاره کردم. برای اینکه بحث رو تکمیل کنم اشاره میکنم که فعل اخلاقی فعلی است تشکیل از یک گزاره که نهاد فعل اختیاری و ارادی انسان باشد و گزارش یکی از این امور باشد. گزاره حق به اصطلاح خبر حق که یکی از این موارد بود اون فعل اخلاقی، اگر نهادش فعل اختیاری و ارادی انسان باشد. و اون گزاره های عبارت هستند از یک و دو خوب، دو درست و نادرست، سه بایست و ناشایست، چهار فضیلت و رذیلت، پنج مسئولیت و وظیفه. اگر این امور رو در فعل اختیاری و ارادی انسان هم بکنیم، نوعی می شود این گزاره چه گزاره اخلاقی و هر جایی که از این گزاره ها بحث شد می شود فلار علم اخلاق. جناب امیر خسرو نکاتی رو فرمودن، من خیلی ازشون سپاس گزارم. منم با ایشون همدل. این موضوع اجازه بید به آقای جانبک رو بکنم که من هم با شما موافق نیستم. من معتقدم سیاست به اصطلاح فعل کسب قدرت هست. این کسب قدرت میتواند اخلاقی باشد، میتواند غیر اخلاقی باشد، اما اگر کسب قدرت و سیاست درداریم چیز از سیاست باقی نمیمونی. و اون جمله هم از ارسطو نقل کردن بسیار حکیمانه هست که اخلاق مقدمه سیاست نه عین سیاست. نکتش همین است، یعنی این که اول اخلاق میتونه فردی باشد، میتونه جمعی باشد، اما سیاست مطلقا جمعی است، اجتماعی است. سال اخلاق میتونه، سیاست میتونه اخلاقی باشد، میتونه غیر اخلاقی باشد. ما موارد مختلفی در حوزه سیاسی داریم که اینها به لحاظ اخلاقی مثلا نه خوبند نه بد هستند، و لذاست که اخلاق مقدمه هست و عینش نیست. من نه تنها در مورد اخلاق، در مورد قانون هم همین را اگر بخوایم قانون یا سیاست رو به اخلاق فرو بکاهیم، فلواقعی دوتا فرو میریزه. میباید اهداف رو اخلاقی، اما این امور میباید به جای خودش باشد، یعنی قانون به جای خودش، سیاست هم به جای خودش. اما این بحث قطعا احتیاج به توضیح بیشتری داره. چقدر مونده آقای چیزی مونده؟ بر میکنم وقتتون تموم شد، ولی شما دو دقیقه دیگه هم صحبت بکنید که جمع مدی بکنید. بفرمایید. خب اون سوال که از آقای جانبگلو بود و این دوست آخرمون هم آقای آزاد مخیلانی مخیلانی هم فرمودن که اخلاق، اینم با سوال از اصطلاح من نبود. لذا نکته آخرم اینشون جان چیز رو میتونه جانبندی هم محسوب بفرمایید، این نکته بود که آقای جانبگلو اشاره کردن در مورد اخلاق سکولار. ما اگر از واژه ها درس برداریم و بحثمون دقیقا در مورد این باشد، همون سوالی که ابتدای جلسه ایشون هم مطرح کردم، منم بهش پرداختم که منبع فعل اخلاقی چیست؟ این منبع میتونه عقلی باشد یا نه؟ خب من هم مثلا منبع افعال اخلاقی اکثر علل اغلبشون عقلی هستن، یعنی ما توانایی آن داریم که در بسیار نه در همه امور
بایست و نابایست و ناشایست و فضیلت و رذیلت و مسئولیت و وظیفه رو تشخیص بدیم. در این اگر کسی این مطلب رو میگه اخلاق سکولار، و بسیاری از دانشمندان مسلمان از قبیل فارابی و ابن سینا و حاجی نصیرالدین طوسی و ابن مسکره که اینها خودخواه ایرانی و اسلامی هستند، به این معنا مثلا عقلی میدونن، نمیشه گفت که اینها سکولار هست، اما معناش این نیست که اینها غیر دینی هستند. بنابراین بنده معتقد هستم میتوان به اخلاق اسلامی قائل بود، در عین اینکه بخش اعظمی از این اخلاق توسط عقل انسانی حتی بدون کمک وحی و نقل قابل اثبات است. میبینیم در تصویر و اسم گذاری میشه، و اگر کسی حق شناخت میتواند دیندار، میتواند سکولار باشد. از همه دوستان که تحمل کردن تا این وقت شب صحبت ما رو، من تشکر کنم. واقعا سپاسگزارم جناب آقای دکتر کبیر. موضوع بسیار مهمی هست، در این حال حولش انقدر ابهام وجود داره که فکر میکنم ما چندین سلسله بحث رو تنها به این موضوع اختصاص بدیم در آینده. شاید در فاصله، یعنی فرقی که امروز کرده با دیروزمون این استش که حتی تر همچین موضوع حساسی موجب تفرقه میشد، در حالی که امروز هم جناب آقای کدیور به عنوان یکی از محققان و متفکرین نواندیش دینی و جناب آقای جهان بگلو که خب در فلسفه اخلاق رو تدریس میکنن و مبتکر یک نظریه سیاسی هم هستن در این زمینه در مورد ایران، در یک میزگرد مشترک نظراتشون رو طرح بکنن.